دوستان عزیز درود میفرستم خدمت همه شما نزدیک دو ماه و نیم پیش بود که ما اعلام کردیم که برای بار دوم یه لحظه خیلی خدا به هم آه, آه یکی میگه که چرا باهاش مناظره نمیذاری آخه شما فهم کنی امکان داره امید با بیاد به من مناظره کنه یزرم لایف چت یزری ما قبل از اینکه ویدیو دوم نگاه کنیم یزری یزری لایف چت رو نگاه کنیم میگن چه زود چه صورتی چه شاد باز شد خسته نباشی خب خب شروع کنیم ایران از اولش دوستان عزیز درود میفرستم خدمت همه شما نزدیک دو ماه و نیم پیش بود که ما اعلام کردیم که برای بار دوم ایران به مقر موساد در اربیل اقلیم کردی عراق حمله کرده این فکر کنم تحلیلش خیلی راحته اینا انقدر جمهوری اسلامی نتونسته که جواب اسرائیل رو بده یعنی انقدر ضعیف نشونش دادن انقدر ضربه خورده جمهوری اسلامی از موساد و بقیه کارای اسرائیل که طرفداران جمهوری اسلامی دیگه داره حرسشون میخوره که چه جوری آخه چقدر ما ز... چقدر ضعیفیم یعنی ما یه جواب برای اینا نداریم برای همین اینا دارن میرن میگردن که هر اتفاقی که میفته باور کنید اینا پشه هم میکشن میگن این موساد بوده ما موساد رو زدیم یعنی میرن دنبال یه یعنی بهونه کنن که ها تمام رسانه های بین المللی هم دارن حتما سعی میکنن این رو مخفی نگردن باور کنید همش همین علایه خب که آره جمهوری اسلامی جواب داده به شدت هم جواب داده اینا هم کلی ترسیدن و چون چرا نمیشنوین چون همه رسانه های بین المللی همشون رو مثلا سهیونیستا خریدن و فلان و اینا همشون همهشون نوکر آمریکا و اسرائیل و برای همین هیچ کدومشون همه اینا رو مخفی کردن من حتما همینه موندم چرا جمهوری اسلامی خودش صدا سیما خودش هم اینا نمیگرن که دیگه صدا سیما دست اصلاح طلبا که نیست دیگه خب پس چرا اونا دیگه اینا نمیگن برای بار دوم دو دیگه بار اولش که نزدیک 6 ماه پیش بود این برای بار دوم بود اول که کلا سبزا رفتن تارمار کردن مقر موساده و برای بار دوم اینها شما فکر میکنین واقعا مقر موسی اگه تارمار میشد الان هیچ جا در برش صحبت نمیکرد ببینید خیلی جالبه. اینا اینا فکر حالا یه ذره این نکته رو شما اشاره میکنم ولی بذار میبینیم واقعا حرف حساب بشینه که من فکر میکنم که این موقع یه چیزی نگم که اصلاً نکتهش ممکن یه چیز دیگه بشه یک ساختمونی رو آماده کرده بودن و یکی از سرهنگ های آمریکایی به نام حتی برنامه را براتون قرار بدم ببینید یکی از مقامات مهم آمریکا سرهنگ جیمز ویلیس رو دعوت کرده بودن که جیمز ویلیس قرار بود که این مقر رو براشون آماده سازی کنه و در کنار ایشون سرهنگ دوم اسرائیل آقای شارل اسمان رفته بود اونجا و همه اینا رفتن هوا در کنارش هم سه چهار تا دیگه هم معمولان امنیتی اسرائیل کشته شدن و ما این خبر رو گفتیم و اعلام کردیم خب طبق معمول مرگ مشکوک سه فرمانده اسرائیل من به شما من دارم همینو میگم باور کنیم پشه تو اسرائیل بمیره اینا میگن که این کار جمهوری اسلامی بوده هر کسی هر بلای سرش بیاره هر مقامی بلای سرش بیره. حالا هم به طور کلی نگم مثل امید خب. ولی مقامای بزرگ اسرائیلی یا هر کسی توی موساد و تو کار نظامیشون فردا یه اتفاقی بفته برای کشون سکته بکنه یا کسی بمیره امید میاد برنامه میذاره که ما بودیم ما بودیم این ما بودیم خاطر اینکه هیچ کاری نکردن دیگه هیچ کاری نتونستن بکنن برای همین باید اینجوری بیان امتیاز بگیرن رسانه هایی که وابسته هستن به اسرائیل همچون کسانی مثل بازداشتگاه مناطو و غیره اینا که سکوت خبری کردن رده های پایین ترشون که در شبکه ها و سوشیال میدیا همکار کار میکنن یکی از وظایفشون اینه که زیر پست های افرادی به مانند ماها که داریم اطلاعات در حقیقت منتشر میکنیم چون جبهه مقابل ایران ام... این هم همه <تصفح> همه مخالف حتما دارن همه کسی که کامل میذارن خیلی جالبه این کسایی که مثلا طرفدار ما هستن خیلی هاشون مثلا توهم دارن که فکر میکنن که هر کسی طرفدار امید هست حتما داره از جمهوری اسلامی مثلا پولی میگیره یا همه طرفداراش حتما ربات و اینا و ما میدونیم خب این مزخرف این بالاخره طرفدارای خودشو داره خب امید که با این حرفا آشناست که مردم از این توهما دارن ولی خود با اینکه میدونه که, می که اینجوری هست با اینکه میبینه که خب بالاخره این طرفدارای خودشو داره ولی هر کسی میاد طرفدارش رو میبینه میگن که نه اینا حتما خود اکانت های جمهوری اسلامی هن. ولی با اینکه تجربه اینو داره که مردم چجوری در این حرف مزخرف میگن خودش میاد میگه نه کام... یعنی متوجه نمیشه که این روش نتیجه گیری چقدر احمقانه است خودش میاد میگه همه کسایی که دارن علی مثلا کامنت هایی که هست زیر ویدیوهای ما هم اسرائیل داره میاد <تصفح> به خاطر اینا برای اسرائیل که میان کامنت میذارن گفت پول میگیرن چی گفت, گفت... تهمت... دقیقا حرف دانش کار میکنن یکی از وظایفشون اینه که رده های پایین ترشون که در شبکه ها و میدیا رسانه هایی که وابسته هستن به اسرائیل همچون کسانی مثل بازداشتگاه مناتو و غیره اینا که سکوت خبری کردن مم. رده های پایین ترشون که در شبکه ها و سوشیال مدیا همکاری کار میکنن یکی از وظایفشون اینه که زیر پست های افرادی به مانند ماها که داریم ات... وظایفشون کار یعنی چی یعنی دارن برای اسرائیل کار میکنن و این کامنت هایی که داری میگیری که داره مثلا بهت یا داره علیه صحبت میکنه اینا رو دارن برای اسرائیل کار میکنن این توهمش اینه من من برداشتم اشتباهه برداشت این اینه یعنی فکر کنه اسرائیل واقعا انقدر برایش این مهمه که رفته مثلا خرج کرده که مردم بیان زیر ویدیوهاش کامنت بذارن یه چیزی هم بگم خب این کامنت ها که به نفت ویدیو میشه که کامنت هایی که مردم میذارن یعنی اسرائیل انقدر سیستم اطلاعاتیش احمقانه است که میاد خرج میکنه که مردم میاد کامنت ها علیه تو بذارن که به نفع ویدیو ها بشه چون شما کامنت میذارین زیر ویدیو با یعنی بیننده های ویدیو بیشتر میشه چون هر چی فعالیت زیر ویدیو ها بیشتر بشه یوتیوب ویدیو بیشتر به مردم نشون میده یعنی همچین برداشت داره این اطلاعات در حقیقت منتشر میکنه های در شبکه ها و سوشیال میدیا همکار کار میکنن یکی از وظایفشون اینه که زیر پست ها ببین که بیننده های ما هم اینجوری هن یعنی هم بیننده های امید فکر میکنن هم مثلا کسایی که مخالفشن حتما برای طرفدار مخالف واقعی نیستن اینا مثلا برای اسرائیل اینا کار میکنن ما هم اینجوری داریم ببخشید سلیمان جان ولی شما میگین امید هیچ طرفداری نداره شما هم تو توهمی هم طرفدارای بیننده های امید تو توهمن که فکر میکنن مخالفانشون وجود خارجی ندارن <تصفح> هم بینندهای ما توهم دارن که فکر میکنن طرفداران امید وجود خارجی ندارن های افرادی به مانند ماها که داریم اطلاعات در حقیقت منتشر میکنیم آره ولی اینو قبول دارم میگه امید خودش خیلی جدی گرفته یعنی واقعا من فکر میکنم این ببین بین تعداد بیننداش خیلی زیاده اینو قبول دارم ولی امید خودش خیلی جدی گرفته یعنی این فکر میکنه که مثلا تو جو با بعضی ما برنامه‌اش می‌بینم فهم کنم این تو این توهمه که مثلا خامنه‌ای نشسته برنامه اینو داره نگاه میکنه که بیاد بگی که مثلا سعید محمد و چه نظری در برش داشته باشه یعنی که فکر میکنه که اصلا تو اروپا میاد اصلا من خودش گفته یعنی مردم دارن میاد اصلا ویدیوهای اینا مثلا ترجمه میکنن که مثلا سیستم های اطلاعاتی اروپایی دارن از ویدیوهای اینا استفاده میکنن که مثلا یاد بگیرن مثلا که اتف... چه از از استراتژیکلی چه کار باید بکنن بخاطر که امید مثلا یه اطلاعاتی داره که برگ نداره یعنی این توهم خودش واقعا ببین هم هم بیش بزرگتر از این چیزی هست که خیلی از طرفدار ما فکر میکنن بعضی فکر میکنن مثلا این اصلا هیچ طرفداری نداره در که این حفتروست نیست واقعا تعداد بینندهاش زیاده ولی با این حال خودشو خیلی بزرگتر از اون چیزی که هست میبینه یعنی هم فکر میکنه توی جمهوری اسلامی کلی مثلا این خیلی بزرگه هم فکر میکنه که مثلا تو اسرائیل خیلی مثلا برایشون امیدو مثلا یه خطر میبینن و باید دربارش مثلا بیان یه کارایی بکنن مثلا تو موساد دارن تصمیم میگیرن که چجوری موساد رو مثلا هست بکنن و این چیزا و هم فکر میکنه که مثلا سیستم های اطلاعاتی اروپایی مثلا برایشون امید خیلی مهمه یعنی واقعا از این لحاظ خودش زیادی بزرگ میبینه چون جبهه مقابل ایران امروز کارش انتشار ضد اطلاعاته مثلا شما در مورد شخص خودم ببینید در تمامی این سالها اندازه موهای سر من ضد اطلاعات در مورد زندگی من منتشر کردن توهمات ذهنشون منتشر کردن در مورد ایران ایرانم وظیفه دارن چون مردم نتونن فرق بین دوغ و دوشاب و تشخیص بدن سره رو با ناسره رو قاطی میخوان بکنن برای همین ضد اطلاعات منتشر میکنن که نشه فرق خبر درست و خبر غلط و فهمید یا سکوت خبری تقلیل سازی در غیر این صورت میرن تو بخش ضد اطلاعات خیلی جالبه کسی که داره میاد خبر میده که مثلا هر اتفاقی که اتفاق بعدی تو اسرائیل میفته رو بگه این حتما... جمهوری اسلامی بوده داریم یاد ادعا میکنه که بقیه دارم خبر اشتباه میدن بیرون واقعا خنده دار قاسم میگه به نظرت پشت کانالش یه تیم هست یا خودش و موبایلش نه من فکر یه تیم داره ولی تیمش آخر تیم یه تیم کوچیک داشتن که کار سخت نیست اگه م... مخصوصا با پولی که امید داره در میاره از یوتیوب Uh, خیلی راحته که یه تیم بسوز... تیم پی... تیم درست کردن حتما تی... حتما تیم داره اصلا منطقی نیست که مثلا همه این ادیتور رو بیاد خودش بکنه کاورا رو خودش درست بکنه uh, بالاخره با پولی که در میاره خیلی راحت میتونه یا یا میتونه اولا که انقدر بعضیا بهش عقیده دارن که میتونه یعنی ایمان دارن بهش که میتونه خیلی راحت هم داوطلب پیدا بکنه و پولی هم که در میاره انقدر زیاد هست که میتونه کلی ادیتر و کاور دیزاین و اینا رو را به راحتی میتونه یه تیم بسازه تیم یاره نه با گسترده اومدن از اطلاعات پخش من نمیدونم من میگم فقط از منطقی دارم میگم که احتمال داره که به احتمال زیاد یه تیم پشتش هست من نمی... ولی ب... منطقیه که اینطوری باشه اطلاعات و با گسترده اومدن ضد اطلاعات پخش کردن که یک زمانی مثلا بهشون فشار نیاد که مقل موساد رفته هوا بعد از دو ماه و نیم یواش یواش رسانه های بین تر همچون کرادل که البته یک رسانه لبنانی ولی وابسته به جریان 14 مارس تا اونجا این چیه اکسکلوسیو Access اکسس کیل تو یو اس Israeli operatives involved in این مهندس اوکی خب این میتونه این واقعیه ببینم no, I mean, واقعیه این دی چی هست Axis will retaliate a سینیور Um, a senior resistant access official reveals the cradle that the deaths of us in the cradle shall uh, be in the cradle shall be in the cradle the cradle the cradle wikipedia man name terminal mina and i'm a tasmimi girl i'm going the cradle and i thecradle.co The نمیدونم من اینو من بهش نمیدونم میتونه درست باشه میتونه غلط باشه اگه درست باشه که آره ببینید این این نمیدونم اینا توی خاک اسرائیل اتفاق افتاده یا خارج از خاک اسرائیل بوده اگه اتفاق افتاده صحت این خبر رو من نمیدونم where in retaliation for اون چیزی که اولین نشون دادن برداشت خودش بود اینو خودش نگفته ان ایراکی دپیتی کماندر نمیدونم نوشته ا جیمز ان یه آمریکایی و یه اسرائیلی کشته شدن ولی کجا کشته شدن اگه این تو خاک سوریه یا عراق بوده خب این طبیعیه برای اینکه ما میدونیم سپاه پاسداران اونجا واقعا فعاله خب حتما کسایی که تونستن دشمن رو هر چنگایی بکشن اونجا ولی این ادعا این بوده که تو خاک اسرائیل بوده یه چیزی که اگه این اون واقعیت داره که سر صداش برای که اون مثالی که قبلش تو ویدیو تو ویدیو که نشون داد قبلش اینجا اینا تو خاک اسرائیل مرده خب و این ادعای ادعای خیلی بزرگتریه یعنی ادایی که مثلا اگه واقعا اتفاق افتاده بود احتمال اینکه سر داشت میرفت بالا برای اینکه ببینید اسرائیل به نفشه که نشون بده که ایران داره بهش حمله میکنه این واضحه الان حکومت الان اسرائیل اگه ایران بتونه بیاد یک حمله تو خود خاک اسرائیل بکنه این یه چیزی میشه که اسرائیل از لحاظ استراتژیکی میاد اصلا به شدت ازش میاد بهره برداری میکنه و اسرائیل همش هدفش اینه که نشون بده که چقدر جمهوری اسلامی یک خطره یعنی به نفعشون نخواهد بود که مثلا یه همچین اتفاقی بیفته بعد بیان مخفی نگاه نگه دارن یعنی میخوان همه جهان رو از ایران بترسونن الان که بیان کارهای خودشون علیه جمهوری اسلامی توجیه بکنن برای من از نظر منطقی این معنی نداره که مثلا بیان, بیان بگیم اسرائیل داره سعی میکنه اینا رو مخفی نگه داره اگه تو اسرائیل اتفاق افتاده بود این خبر بزرگ میشد ولی این خبر دومی من نمیدونم آیا صحت داره یا نداره و اگر صحت حد... چون که اگر ولی اگه صحت داشته باشه خیلی فرق خواهد داشت که کجا این اتفاق افتاده شما یا خبری دارین از اینکه این چه خبریه کسی در این در این س... کسی میدونه من صد بار افتادم بیرون برگشتم این مشکل اینترنت ایران هم همینه چش... خب من چون نمیدونم این چقدر صحت داره و کجا این اتفاق افتاده در برای نظر نمیدم آه خب نه شما در می نویسید که صحبت می‌کنین کسی شما کسی در برای این خبر کسی چیزی نمیدونه خب پس من ادامه میدم به خاطر می ببینید رسانه های نزدیک به جم... این دو نفر و این دو نفر کشته شدن کجا کشته شدن مهم اینه در کنار من اینو برام بگردم چک کنم شما به نظرتون یعنی که بذارین بره شما میخوایم من اینو برم چک کنم که ببینم واقعا چه اتفاقی افتاده یا یعنی اینکه دوسرین بقیه برنامه رو ادامه بدیم شما خودتون تو لایو چت بگید که برام صحت این اخبار رو چک کنم ببینم ده دقیقا این چیه داره نشون میده الان من میتونم برم چک کنم اگه تا، اگه تو اگه شما میخواین یعنی که دوست این بقیه ویدیو رو هم ادامه یکی میگه چک کن چک کن اینا خیلی جا... ای اصلا میگه گی... آرمین از این بابا پول میگیری که مطرف و بزرگش کنی آره اصلا جا من آره من کانال ما انقدر بیننده داره و من امید به من برام پول فرستاده که من بیام اینجا مطرحش کنم و کانالش رو از اون چیزی که هم هست بزرگتر بکنم حتما حتما اصلا حتما دلیل همینه تو هم خیلی باهوشی که اینو فهمیدی تو همه نقشه های منو ریختی به هم من اینو میخواستم مخفی نگه دارم اصلا جان ولی تو همه برنامه های منو ریختی به هم ممنون آره میگن همه میگن چک کن چک کن چک کن خیلی آه چک کن خیلو. من فکر نمی شما بگی خیلی برم چک کنم این

Peter scared them, baby means A senior resistance ex um access okay security official has told the cradle that the access is responsible for the death of این اکسس اشاره به چیه به اکسس رو من میخوام ببینم داره به چی اشاره میکنه یه لحظه چرا نمیگی منظورت از اکسس چیه خیر خوب من هم جده میکنم. Um, security official has told the cradle that the act is responsible for the death of American and Israeli commander in retaliation for the assassination of Iranian Coast force general Qasim Soleimani and Iraqi's deputy commander of the Hashd al -Shabi, Hashd shabi Abu Mahdi Mohandas, according to the cradle security source. Um, مهن... قاسم سلیمانی و عبدالمه... عبدالمهدی مهندس خب اینه که بهشون گفته according to the creator security source the senior access security official uh, an operation in Erbil آها این تو بود خب پس این تو خاک اسرائیل نبود برخلاف اون ویدیویی که نشون داد اول اون, اون کسایی که کشته شدن به این مثلا مثالایی که قبلا زد تو ویدیوی قبلیش یه آدمایی بودن یا اسرائیلیایی بودن که مثلا تو اسرائیل مشکل قلبی پیدا کردن رفتن بیمارستان و اینا کشته شدن تو خود اسرائیل نکشته شدن مردن تو خود اسرائیل بعد مثلا اینا رو میگن که اینا به طور مشکوک کشته شدن حتما ایران بود این فرق داره اینا توی توی جنگ توی اربیل کشته شدن خب این تو اربیل بوده خب ما که میدونیم که جنگایی که وجود داره بین گروه نیابتی ایران و گروهان یعنی هامیانه... گروه کسی که هستن از آمریکا یا از اسرائیل ما که میدونیم این همیشه این ور اون ور کشته میده البته تعداد کشتهایی که دارن میده دار. خیلی جالب ها. شما هر کدوم از اینا رو میخوایم برین حساب بکنین که کشته شدن پس این یه پیروزی بوده خب تعداد کماندرایی که ایرانی که کشته شدن از سپاه از قدس کشته شدن توی اسرائیل توی... توی توی سوریه و توی عراق که ده کل بیشتره یعنی تو اینو میخوای بیا بو بکنی که نشون بدیم ما انتقام گرفتیم خب همون زمانی که سلیمانی کشته شده تا حالا تعداد کسایی که توی سپاه تعداد کماندارای سپاه قدسی که کشته شدن کلی یعنی کلی بیشتر بوده خب پس انتقام یعنی این کسایی که شما کشتین که اصلا مقامشون توی موساد یا توی گروه های اطلاعاتی آمریکا که مقامشون به بالای چیز نبوده سلیمانی که نبوده شما یه سری کماندراشون رو زدین کشتین خب کم... از هموز... یعنی شما این انتقام اگه این بزرگترین انتقام سلیمانی بود خب پس بقیه کماندرهای سپاه قدس که از اون زمان تا حالا این همه کشته شدن اونا رو کی میخواین انتقام بگیری یعنی حتی اگه از بعض سلیمانی رو هم بخوایم حساب بکنیم اونا الان دارن از شما میبرن نسبت به چیزایی که اونا هست کردن با مقایسه بکنیم با, با کسایی که شما حذف کردی یعنی اونا رو نمیای بول بکنی خب یعنی اگه بخوای اینجوری بیای این, بیا این دو تا کماندر رو بول یعنی تو خاک اسرائیل بود. پس من حسم درست بود که اگه این تو خاک اسرائیل بود و واقعا ایران تونسته بود وارد خاک اسرائیل بشه و یه کماندر رو تو خاک اسرائیل بکشه این خیلی گند از بین المللی اخبار خیلی این بزرگتر میشد و یعنی یه چیز هس... گنده ای می میشد که حتما اسرائیل اینو خودش حتما از امن میومد اینو داد و بیداد میکرد که نگاه کنین ایران داره چیکار میکنه خب Um, پس این اون نبود اگر هم اینو بخوای اگه بخوای اینو بیای بود بکنی با که نشون بدی که او پس چقدر ما مقاومت کردیم و انتقام گرفتیم پس چرا همه سربازای قدستون رو که میان دولت پار میکنن و اونا رو هی هایلایت نمیکنی درسته آره علی هم میگه معلومه کشته میشن این چیز بزرگی نیست او خسته نباشید بعد از این همه مدت زحمت تونستیم دوتا تا رو یعنی شما فکر می‌کنین یعنی شما فکر می‌کنین تون... کشتن سلیمانی اصلا قابل مقایسه است با کشتن البته بی احترامی نشه به هر کس که این هست <تصفح> ولی خب نسبت به ضربه ای که زده شد به جمهوری اسلامی با حس سلیمانی اصلا قابل مقایسه نیست متوجه حرف من هستین قبول دارین حرف منو در این موضوع تک کنین اگه میخواین چیزی بگین من بنز کافی خوندم من همینش میخواستم می‌خواستم هایلایت بکنم که این توی اربیل بود نه توی خاک اسرائیل دلیه به خاطر که می‌بینید های نزدیک به جریان 14 مارس 14 مارس جریان ضد حزب الله دیگه من یه چیزی دارم ببینم که واقعا آیا اینو خواستن مخفی کنن اسم م... من اگه اسم این کامندر رو بزنم اه... اسم این یه کول جیمز سی ویلیامز من اگه اسم اینو بزنم و تو اخبار نگاه کنم آره نگاه کن من اگه شما این اخبار چند وقت پیش اومده سه هفته پیش اومده درسته نگاه کنیم میگه که این اخبار مثلا مخفی شده در صورتی که وقتی اسم این شخص رو سرچ بکنید میبینی که اصلا مخفی نشده این همه خبر در برای کشته شدن این شخص نگاه کنید این همه رسانه این خبر رو و اگه این رسانه خیلی مثلا این, این خبر خیلی مثلا بزرگ نشده به خاطر اینکه طرفدار نداره این خبر یعنی این خبر مثلا یک کماندر آمریکایی توی جنگ توی خارج از کشور کشته شده باشه این خبر خبری نیست که مردم روش خیلی زیاد کلیک بکنن خب اگه ولی همه خبرها اینو کاور کردن یعنی کسی اینو مخفی نگانه به من اسم این شخص زدم الان همش همه, خبرها در کشته شدنش هست در اینکه این که انتقام قاسم سلیمانی هست این همه خبر در روش هست من نمیدونم میگه دارم مخفی کی مخفی میکنن خب مردم ببینید شما نمت... رسانه وقتی یه خبر کاور میکنن اگه خیلی خ... این خبر مصرف نشه مردم طرفدار نداشته باشه شما در دارن... شما توهمتون اینه که اینا اونو بل... بزرگ نکردن دارن مخفی میکنن نه این رسانه ها دوست دارن که مردم بیان رو سایت هاشون رو ویدیو هاشون بیان چک کنن هرچی بیننده بیشتر داشته باشه اتفاقا اینا دوست دارن ولی یک خبری که خیلی مردم توجه نمیکنن بهش مگه من از بیان گنده ترش بکنن خب از از مالی به ضررشونه یعنی مردم خودشون دارن انتخاب ببین اینا اصلا تو... همه چی توهمیه دیگه وقتی یه اتفاق ت... به طور طبیعی میفته توی بازار یا توی فرنگ و اینا, اینا نمیتونن این ببین خیلی شباهت داره با درست کردن خدا خب برای اینکه ما ما انسان ها سخت قبول بکنیم که بعضی از اتفاقا به طور طب... طب... طبیعی میفته همه چیز رو یک کسی حتما تصمیم گرفته خب یعنی تو بازار اتفاق میفته تو فرهنگ اتفاقی میفته همونجوری که تو طبیعت یه اتفاقی میفته هم ما خدا رو برای همین ساختیم دیگه خدا رو ساختیم برای اینکه میگیم خب اینو حتما یه کسی تصمیم گرفته مگه میشه بارون بیاد چرا گیاه از زمین در بیاد مگه میشه اینا خودش خودش اینجوری شده یه کسی حتما این کاری کرده همین توهم‌ها باعث شده که ما یه خدا به وجود بیاریم توهم‌ها ما هم اینجوری شده که مثلا هم طرف هم کسی که طرف ما هستن یعنی مگه میشه داره خودش به تو خودی خودش تصمیم گرفته این برنامه رو بسازه نه حتما جمهوری اسلامی داره اینو براش تعیین کرده بعدم خ... امیدانم خودش مگه میدونی مگه میشه این خبرو رو... تب... مثلا بو مثلا هایلایت نشه نه حتما یه کسی داره از عمد از پشت داره تصمیم گرفته که مثلا این کسی خیلی توجه نکنه به این خبر اصلا نمیتونم قابل ت... قابلیت تصور اینو ندارن که تص... خودش به طور ارگانیک به طور طبیعی این اتفاق بیفته؟ که <تص> بعد از مرگ رفیق خریری هم به وجود اومده امروز هم ساپورت کنندش یه جورایی در کل این جنبش ساپورت کنندش این آقازاده آقای سعد هستش و اومد خبر رو منتشر کرد کرادل به زب... بخش انگلیسی کرادل رو پخش کرد که جز رسانه های بین المللی حساب میشه و اومد اعلام کرد بله ایران به مقر موساد حمله کرده اینا رفتن هوا و ایران در حقیقت میخواسته انتقام آقای سردار بزرگ ایران سردار دلها قاسم سلیمانی و واقعا سردار میهن پرست و ایران پرس منطقه که واقعا انسان بزرگی بود همچون ابو مهدی مهندس و اومده انتقام سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو گرفته ایران من برای که خیلی برام جالب بود تمام اینا رو ما دو ماه و نیم پیش گفتیم خیلی رسانه ها سانسور کردن ای و... نوه این توهمش رسانه ها سانسور کرده رسانه ها چیزی رو سانسور نمیکنن اگه بیننده داشته باشه میخوان که میذارن این واقعا فکر میکنه که مثلا چی مثلا یه, اخ... یه اتفاقی میفته بعد مثلا یه رسانه ای می میخواد بگه که ای این خبر رو ما مثلا پخش کنیم این حتما مردم دوست دارن ببینن کلی برای ما بیننده میاره برای همین قیمت تبلیغاتمون میره بالا بعد شروع میکنن نوشتن و یه تلفن زنگ میزنه یا یه ایمیل میاد از کجا مثلا از تلاویف. که شما حق ندارین این خبر رو پخش بکنین و بگن بیا... اوف من یه رسانه مستقلم ولی اسرائیل به ما ایمیل فرستاد. همه ها. یعنی همه رسانه ها منو تو مغزشون فهم کنن این چجوری کار میکنه یعنی همه رسانه ها تصمیم میگیرن که چون مثلا این به اسرائیل برمیخوره یه خبر رو بلدش نکنن دیگه برای چی یعنی فکر می‌کنی مثلا رسانه‌ها چه ای باید بدن اگه یه اخباری رو اسرائیل مثلا کار میتونه باشه بکنه اصلا اگه این واقعیت داشته باشه ای رسان ها بود میکنه. <applause> این رسانه‌ها همینا میان بولد میکنن شما اصلا میگن خودش میشه خبر من واقعا موندم یعنی شما فرض کنید که مثلا توی رسانه کریدل مثلا کار می‌کنی همین یعنی رسانه‌ای که داره میده بعد از تلاوی برای شما یه ایمیل بیاد که اینو شما پخش نکنید ببین اگه همچین اتفاقی بیفته چیکار میکنن این رسانه‌ها همون رو میکنن خبر که آقا ما یه ایمیل گرفتیم از مداران <تصفيق> اسرائیل که <applause> ما به ما گفتن اینو پخش نکنید اون خود اون میشه خبر توهم <applause> رو میبینی ولی وقتی که کرادل میگه که یک رسانه بین من دیدم خیلی از وبسایت ها این خبر رو اومدن درچ کردن خب این یک دشمنی با برنامه رو دسته دیگه چی شد؟ نه نه اینجا که این, جاکه. این وا... من درست نه ما دو ماه و نیم پیش اومدیم اعلام کردیم یه همچین اتفاقی افتاده و شما دیدید در تمام این سال ببین من فکر کنم درست متوجه نشدم می داره میگه این یعنی رسانه ها یعنی رسانه های بین المللی دشمنی دشمنی دارن به برنامه رو دست نه این, خدا. این نمیداریم. من نمیدونم منظورش اینه یه کسی به جلوی منو بگیره اگه منظورش نبود این جدی داره به یه کسی به من بگه شب من منظورش رو نمیفهمم این منظورش این بود یه بار یه گوش بکنیم من, من شاید متوجه نمیشم دل میگه که یک رسانه بین الملالیه. من دیدم خیلی از وبسایت ها این خبر رو اومدن درج کردن خب این یک دشمنی با برنامه رو دست دیگه نه. نه 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 یعنی این اینقدر تواهمش بلاست من نمیدونم چی بگم این دیگه خیلی خیلی من قابل نقد نیست امید فکر میکنه رسانه های بین المللی دارن تصمیم میگیرن به خاطر دشمنیشون با برنامه رودست خودش جدی به من بگین واقعا این توهمش انقدر زیاده نمیتونه این باشه این دیگه جوکه این دیگه قابل نقد نیست این دیگه واقعا جو... جوکه ما دو ماه و رسانه رسانه نمیدونم من دیدم خیلی از وبسایت ها این خبر رو اومدن در خیلی رسانه ها سانسور کردن ولی وقتی که کرادل میگه که یک رسانه بین المللیه من دیدم خیلی از وبسایت ها این خبر رو اومدن درچ کردن خب این یک دشمنی با برنامه رو دیگه ما دو ماه و نیمه پیش اومدیم اعلام کردیم یه همچین اتفاقی افتاده و شما دیدید در تمام این سالها من تلاش کردم اخبار فیک و بیرون ندم آخه کی رو جدی میگیره این جوکه این کاملا جوکه این جوکه کامله آخه کیا هستن که این تحلیل یه ای همچین کسی رو جدی میگیرن آخه مگه میشه شما کی هستین بیا خودتون رو معرفی کنین بگین چرا آخه خجالت نمیکشین که این این برنامه این کسی رو دارین جدی میگیرین چی جوری ممکنه آخه اینقدر احمقانه کسی بتونه فکر بکنه بعدم این همه طرفدار داره که <تصفح> دیگه از جدی گرفتن خودش هم گذشته عجبا و خیلی کار میکنم درسته حالا شاید این ذات رسانه است یک جاهایی رو شما باید تقلیل سازی کنی یک جای برجسته سازی کنی یه جاهایی رو باید بالاخره به قول معروف پیازاقش رو زیادتر کنی پیازاقش رو کمتر کنی ولی اصل خبر رو من همیشه همونی بودی که بعد میگفتم حالا با توجه به اون ادویه جاتی که شما در کار رسانه ای بعد استفاده کنید دیگه شما مثلا یه غذا درست کنی حالا ادویه‌اشو کم و زیاد میکنی. ولی اصل غذا رو بعد درست درست کنی دیگه ادویه کنار قضیه است که بهش تم بده من حالا تو کار رسانه ای امضای خودم رو دارم تو برنامه ها توی اخباری که منتشر میکنم امضای خودم هم میزنم دیگه با مدل اجرا کردن و نگاهی که دارم ولی اصل خبر رو همیشه ما درست میگیم و متاسفانه ما مورد سانسور شدید قرار گرفتیم و این برنامه ما چجوری موضوع ش... سانسور جدید قرار گرفتی چجوری کی تو رو داره سانسور میکنه چجوری داری سانسور میشی تو کاملا آزادی داری کی داره تو رو سانسور میکنه من موندم تو می برنامه میسازی ببین نصف نس... کلی حرفایی که این آقا داره میزنه اصلا اگه یه کسی میومد ترجمه میکرد کاملا قابل حذف میشدین از این از روی یوتیوب به طور آزادی کامل داره بیا به هر چی میخواد میگه داره میاد ببین این دشمن این امیدانا دشمنی کامل داره با آمریکا درسته ولی آمریکا انقدر آزادی داره خب که تو ما میتونیم بیان از یوتیوب از یک یه پلتفرمی که کاملا آمریکایی ساخت آمریکاست یه کشوری که نمیاد تعیین بکنه که کسایی که مثلا علیه آمریکا دارن صحبت میکنن حق ندارن از این پلتفرم استفاده بکنن و انقدر این پر روه که میاد روی یه پلتفرم آمریکایی علیه خود آمریکا به نفع بزرگترین دشمن آمریکا برنامه میسازه و هیچ کسی هم هیچ ج... نه تنها جلوشو نمیگیره کلی هم داره پول میگیره عزیز یک شرکت آمریکایی داره به امید دانا پول میده به خاطر که برنامه‌ای که میسازه روش تبلیغ میذارن و امید از این پولش رو داره میگیره نه تنها سانسور نمیشه یه شرکت آمریکایی داره به امید دانا پول میده ببین انقدر پررو داره میاد میگه من دارم سانسور میکنن کی داره رو سانسور میکنه اصلا آزادی بیان بیشتر از این کی داره؟ من کی داره این رو سانسور میکنه به من بگین چه جوری دارن سانسورت میکنن ب... کسی میدونه استدلا... منطق این آقا چیه که داره میگه من دارم سانسور میکنن کی داره سانسورش میکنه بود میتونید برنامه کامل ببینید ولی برای یادآوری دوست داشتم بگم که ما همیشه خب بالاخره جلوتر از خیلی از افراد در رسانه ها هم ببین آها من الان فهمیدم منز... داره چی می... <تصفح> ببین یه اخبار اومده که یه اسرائیلی یه کماندر اسرائیلی توی اربیل کشته شده این داره میاد از این استفاده میکنه که ببین من درست گفتم در صورتی که خبری که داره نشون میده پشتش هیچ ربطی نداره با اتفاقی که افتاده بعد میاد بگه ببین من از دو ماه پیش گفتم خب این چه ربطی داره به اون اتفاقی که افتاده ببین این همین که که هرچی هی میاد پیش میکنه همه پیش بینی ها شنال... همه پیش بینی که من تا حالا دیدم اشتباه در اومده هی میگفت سید محمد قرار است جمهور بشه که نشد گفت رئیس قرار وارد قرار انتخابات نشه که شد چند طور پیش بینی دیگه هم کرد که همش اشتباه, همش اشتباه در میاد همش اشتباه در میاد بعدم که اشتباه در میاد میگه خب موضوع عوض شد برای همین اشتباه پیش بینی من اشتباه در اومد یه چیز دیگه بود. خب ما نمیدونستیم که این بود اینجوری شد برای همین پیش بینی من اشتباه در اومد من, من نبود خب مگه پیش بینی... خب پیش بینی که اینجوری کار نمیکنه خب تو اگه بخواد اگه بگی من نمیدونستم اینجوریه برای همین پیش بینی درست در خب پیش بینی از اول غلط بود دیگه تونی بگی که اشکال نداره که من پیش اونایی که غلط رو کنه اونا رو حساب نمیکنه بعد میگه میگه همه پیش بینی من درسته برای اینکه اونایی رو که غلط در میاد و بهونه داره براش و اونایی رو که درسته اینجوری میگه میگه همه پیش ما درسته چرا درسته برای اینکه دو ماه پیش اومده یه برنامه ساخته که یه سری آدمای تو اسرائیل مردن این میگه این حتما جمهوری اسلامی بوده حالا میگه از کجا میفهمیم پیش بینیش درسته برای تو اربیل الان یه نفر که واقعا کشته شده بخاطر جمهوری اسلامی به خاطر نیروهای نیابتیش و این تا... این میگه این اینو میذاره به امتیاز این که حتما پس پیش بینی من درسته که ایران حتما داره این کارا رو میکنه یعنی اینجوری تعیین میکنه که پیش درسته و بیننداش هم نگاه میکنه میگن آره ببین چقدر حرفش درسته از دو ماه پیش اینو دیده از دو ماه پیش اینو پیش بینی کرده امید چقدر این منطقیه ببینید کسایی که فکر میکنن که نمیشه این طرفدار داشته باشه شما نمیدونی که مردم چقدر احمقانه فکر میکنه چقدر مردم ساده سطحی تحلیل میکنه مردم واقعا اینجوریه این میاد این میگه که ببینید این اثبات شده که پیش من درسته بینندارشم دست میزنم که میگن آره امید خدای تحلیل سیاسیه همواره حرکت کردیم سر داستان باشقا پرنده که اومدیم اعلام کردیم که تعلیم برنامه رو هزار نفر توی یوتیوب دیدن و اون برنامه رو اعلام کردیم خیلی سرصدا شد خیلی باز من اذیت کردن بعد دیدیم دیگه از کنگره آمریکا بگیر تا پنتاگون بگیر هزاران تا هزاران بخش از بخش نظامی و دولتی در آمریکا اومدن قانون تصویب کردن و اومدن اعلام کردن بله یه همچین پدیده ای وجود داشته و حرفای ما دوباره ثابت شد اجازه بدید بخشی از برنامه حرفای ما ثابت شد ویدیری یه بزر گوش کن اینجوری ه... ببین هر موقع میگه همه پیش می ما درست سر اومد حواستون باشه که منظورش اینجوریه که درست سر که این ثابتش میکنه یه بار بگی کن. تا پنتاگون به 500 هزار نفر توی یوتیوب دیدن و فکر میکنه بیننده زیاد داره معنیش که حرفش درسته اون برنامه رو اعلام کردیم خیلی سر شد خیلی باز منو اذیت کرد بعد دیدیم دیگه از کنگره آمریکا بگیر تا پنتاگون بگیر هزاران تا هزاران بخش از بخش نظامی و دولتی در آمریکا اومدن قانون تصویب کردن و اومدن اعلام کردن بله یه همچین پدیده ای وجود داشته و حرفای ما دوباره ثابت شد اجازه بدید بخشی از برنامه خودمو که دو ماه و نیم پیش اجرا کردم یک بار دیگه مرور کنیم به خاطر که خیلی جالب بود چون ایران که اعلام نکرده اصلا ما زدیم یا نزدیم من تو برنامهم اعلام کردم که آقا انگیزه ای که ایران در حقیقت رفته این مقر موساد رو زده اینا تمام فرماندهانی بودن که عملیات تروریستی علی ابو مهدی مهندس و سردار سلیمانی رو برنامه ریزی کردن و اجرا کردن حالا همشون در یک جا بودن رفتن هوا همین حرف رو کرادل میاد بیان میکنه حالا خیلی ها میگن چون کرادل گفته آره دیگه ولی این حرف ما دو ماه نیم پیش زده بودیم برای یادآوری بعد نیست یه بار گوش دو ماه پیش چیزی که گفتی رپت با این نداشت حالا این برنامه دیگه از این چیه کنیم که بدونیم واقعا کجای کار قرار داریم و یک یادآوری تو این زمینه داشته باشیم کلا سبجه ارتش به مقر در کردستان رو ماجرا تکسیب چیز اه. بالا سر همه اساس و در این حوزه ها ایران داره با اقتدار جلو میره و برای استرالیا خیلی گران تمام شده تو روز افتتاح پایگاه جدید جاسوسیشون در 24 جون در کنار فرماندهان آمریکایی و اسرائیلی و بلند پایشون کشته شدن اما نکته جالب تر یک ناسان دیگه است مهمترین مسئله اینجا ببین این اتفاق بازم میافته دو نفر دو تا کمانده کشته شدن یکیش اسرائیلی بود خب اصلا مگه میشه این همه اسرائیل بیاد توی سوریه و توی سوریه توی, توی کردستان بیاد فعالیت بکنه خب و کشته نده اینا این من فکر میکنم امید هر اتفاق هر رفه یکی از اینا کشته بده میاد یه جشن میگیره انگار که مثلا ما انتظار داشتیم که یعنی فقط نه فکر حالا کار خیلی بزرگی انجام شده یعنی شما فکر میکنین که انتظارتون این بود که وارد جنگ باشین توی عراق و سوریه با نیروهای اسرائیلی و یک هم موفق نشین که به اونا کشته بدین یعنی مثلا فکر میکنین کسایی که فکر میکنین که شما موفق نشدین که انتقاب قاسم سلمانی رو بگیرین انتظار این بود که مثلا حتی یه حزینه یه, حزینه یه هم نداشت به دشمنتون ندین یعنی انقدر انتظارتون از جمهوری اسلامی دیگه پایین شده که حتی وقتی یه, یه نفر اونا رو میگیریم باید بیان اینجا جاش بگیرین که تونستین یه کشته بهشون بدین است که قبلش هم یکی دو تا دیگه فرماندهای آمریکا کشته شدن آقای ویلیس ما گفتیم که هم آقای ویلیس هم خیلی عجیبه ها توی جنگ اونا کشته دادن آ چقدر جمهوری اسلامی قویه وقتی وارد جنگ با دشمناش میشه باعث میشه که اونا یه مقدار کشته بدن آه، عجب قدرتی داره جمهوری اسلامی وای آقای شارون هر دو تا جز متخصصان عملیات پهپادی هستند و حتی آقای ویلیس آقای شارون هم جز متخصصان جمعوری اطلاعات نظامی بوده هر دو اینها در مرگ و ترور ناجوان مردانه سردار سلیمانی شرکت داشتن تا اینجا کار ایران میدونه که نزدیک 20 صد فرماندهان اسرائیل و آمریکایی در رأس عملیات ترور سردار سلیمانی بودند. یعنی شما اگه میخوای انتخاب مساوی بگیرید من موندم الان کی مثلا شما اگه بتونین مثلا بلینکن رو بگیرید یا مثلا چه میدونم رئیس پنتاگون رو مثلا سر هر کسی که مسئوله نه یه آدم خیلی ببین شما قاسم سلیمانی شما میبینید کماند... یه سری کماندرهای اسرائیلی آمریکایی رو کشته میدین میگه که آره نگاه کنیم و چه شما تا وقتی که یعنی اصلا نزدیک اصلا قابل مقایسه نیست قاسم سلیمانی گرفتن بزرگترین قدرت بعد از خامنه ای رئیس جمهورتون که هیچ کاره است بزرگترین قدرت بعد از خامنه ای رو حذف کردن شما دارین میان افتخار میکنه که یک یک اسرائیلی رو کشتین تا اینجا ای کار گزارشات چهار نفر از این افراد کشته شدن یک فرمانده آمریکایی بود که نزدیک یک ماه پیش خب تازه بازم بگم به اضافه اینه که توی مدت کلی کماندرای سپاه سپای قدس هم کشته شدن این تو اگه میخوای بیای مقایسه کنی خب اونا رو اضافه کن به محاسبت برای اومد از پایگاه خلیج فارس الان آقای ویلیس آقای شارونه و یک نفر دیگه هست به نام آیت مایک هلیکوپتر ایشون هم در افغانستان سقوط کرد و اصلا خبری ازش منتشر نکردن و دخل... خیلی تا اینجا کار چهار نفرش یعنی مایک هم در افغانستان ایران موفق شد که بزنتش و چهار نفر از این 20 نفر تا اینجا کار فوت شدن ما میگیم کار جمهوری آقا اصلا تمام این چیزایی که ما گفتیم بریز دور آره خداست دیگه چهار نفرشون خب این... آرزه قد خب این کماند خب چهار نفر خب باشه باشه چهار نفر و بهش ما فقط فقط رو نشمار بیا این حزب اللهیا کماندر حزب اللهی سپاه قدسی بقیه گروه نیابتی خب اونا هم بیا به اونها اونا هم که کشته اینا هم بیا به محاسبت اضافه کن یه چهار تا کشته مالا یه قاسم سلیمانی چهار تا اونا اولا که اونا اصلا قابل مقایسه نیستن مقامشون نسبت به قاسم سلیمانی بعدم خب بقیه هم بیا اضافه کن اونا چ... توی م... این همه اسرائیل این همه هواپیمای اسرائیل که اومده گروه های نیابتی جمهوری اسلامی رو توی سوریه زده تو مرز سوریه و عراق زده زده خب اونا چند تا کشته داده اونا هم بیا اضافه کن به محاسبت قلبی و هنگام تمرین و فعلا چهار نفر از 20 نفر که در ترور سردار سلیمانی شرکت داشتن در رأس امور نظامی بودن از بین رفتن این در حقیقت پیام خیلی روشنی هست و ایران قرار نیستش که ارسا ترک کنه و... چار تا یعنی این... ب... چار تا کشته دادن این... خ... این همه مدت اینا دارن بمبارون میکنن تمام منابعتون رو توی تمام چیزا که ساختین رو توی سوریا و عراق توی این مدت شما چهار تا تونستین بگیرین به این دارین افتخار میکنین واقعا و کاری خواهد که دیکته خواهد که دیکته ای که خواهد که دیکته ترک صحنه توسط دشمنان هست این حقایق رو خواهید دید که پیاده سازی میشه چون ایران برنامه مدون قوی داره و به یاری اخونا مزا میره خب امروز همین حرفای دو به پیش ما رو سایت دل میزنه نه این همون حرفا نیست این حرف رو فرق داره تو فکر این, این تایید داریم میکنه واقعا آره باش منم از این به بعد میام یه پیش بینی میکنم و یه اخبار اتفاق میفته که مثلا یه کاملا یه چیز دیگه است میام به شما میگم که ببینین حرفای من قبلا دو ماه پیش گفته بودم الان تایید شده و اینجا ایار وقت میگم زمان میخوره مشخص میشه این ایار این سخنان کجاست به هر روی ایران کار خودشو رو داره میکنه خیلی با قدرت میره جلو حالا شما هر چقدر بخواید خبر حمله به مقر موساد و پینا... ایران که معلومه خب ایران نمیخواد گردن بگیره ایران نمیاد اعلام کنه شماها خوردید شماها اعلام نمی کنید، این دیگه یک معنای دیگری داره در اسرائیل و هر چقدر هم تلاش کنید جلوی خبر رو بگیرید خبر درس پیدا میکنه و الان دیگه یواش رسانه های بین المللی حملات ایران به مقرهای موساد در خاک اربیل عراق رو دارن منتشر میکنن منظور اینا وقتی یه حمله مثلا چیزی میکنن چهار تا حلبی میزنن تو سوریه به اسم مثلا پایگاه ایرانی خودشونو پاره میکنن من موندم که دارن جلوی این خبر رو, رو میگیرن چرا نتونستن مثلا بیان تو رو بگیرن من اینا 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 که توهمشون این هست که این آدمای این صحیح و اینا که تو همه جا کار میکنه خب مثلا تو یوتیوب و تو فیسبوک و اینا همه اونجا هستن مگه مگه اگه, اگه واقعا این توهم شما واقعی ایدم... من نمیگم اینا توهم ایناست اینا اگه اینا اینجوریه خب چرا کسی نمیاد کانال تو رو از روی یوتیوب برداره اگه تو هم انقدر خطرناکی برای همه اینا جملات یادتونه دیگه آقا این همه اسرائیل حمله کرد تو سوریه چرا ایران نگاه کرده اینا توهمات ذهنشونه حقایق جای دیگه است و مسائل مشخصه حالا درسته در شرایط کنونی شاید خیلی ها با تقلیل سازی با سانسور با نادیده گرفتن ایگنور کردن بخوان که این حقایق رو لاپوشونی کنن ولی به حال حقیقت حالا ما تو برنامه روده است که برای خیلی از مخاطبانمون بیان میکنیم به حال در نهایت تخم سخن رو پراکنده میکنیم و تخم این سخن شما میبینید که در یک رسانه بین المللی منتشر میشه عاشقتون هم دمتون گرم همه شما عیزان و بزرگان به خدای بزرگ می سپارم بدرود از این خب دو ساعت هم شد نه میخواستم فقط دو ساعت صبح کنم خوبه ولی میخواستم سعی کنم سه تا ویدیو شو رو کنم ولی شد دو تا خیلی هم بعضی واقعا دارین گیر میدین تو لایف چرا میگی چرا اینو چرا آرمین چرا این ارزش نداره این چرا اینو داری ریویو میکنی چرا برنامه اینو داری نقد میکنین خب دلم میخواد چ... خب من برنامه‌اش میبینم به نظرم کلی چرت و پرت داره میگه دوست دارم بیام اینجا با شما بگم که چرا چقدر حرفش چرت و پرته خب من دلم میخواد بیام با شما اینو بحث کنم برنامه دیگه ای دیگه هم داریم شما انقدر برنامه مختلف داریم که اونایی که شما علاقه دارید میتونید انتخاب کنید اونا رو نگاه کنید خب کلی برنامه مختلف داریم فینیکس میگه از بیسوادی سوادی بیننده هاش رو استفاده میکنه باور کنین این اصلا سواد نمیخواد که ببینین که یه ذره منطق کافیه یعنی شما تو بی سواد هم باشین یه ذره فقط اصول منطقی رو یاد بگیرین ببینین بعضی خیلی هستن که حالا میگن بی, بی سواد بی سواد بالاخره تحصیلات برای همه قابل... قابلیتش کمه برای خیلی نه وقتشو دارن نه و... دارن نمیتونیم به همه ن... به کسایی که سواد ندارن این تو... توهین نکنیم بگیم بی سواد به خود به خود به ابلیس شما میتونین یه سری اصول کاز خیلی ساده رو یاد بگیرید من... منم برای همین دارم یکی از دلایلی که دارم نقد میکنم همینه که شما مثلا حتی اگه با من مخالفین این موافقین بیا مثلا نشون بدم که چجوری جوری مثلا میشه ببینیم که استدلال کی درسته استدلال کی غلطه ببین برای اینکه من میتونم بیا مثلا لیست مغلطه ها رو مثلا اینجا با هم ریویو بکنیم که میکنیم من با هم چنگایی ولی من فکر کنم اگه بیام استفاده بکنیم از مثلا نقد بکنیم و بیام استفاده کنیم که مقالات شناسی بکنیم و ببینیم که مثلا چه از با چه روشهایی وجود داره که مثلا تمرین کنیم مثلا تو میدون اصلا داریم تمرین میکنیم به جای اینکه بیایم فقط لیست مقالات ها رو مثلا حفظ بکنیم و این چیزا به نظرم این باعث میشه که مثلا یه،, یه راهی هست که به نظر من هم, هم, هم تمرین برای خودم میشه برای اینکه شما ما منم در تو میگیرین دیگه اگه یه حرف چرتی بزنم یه کاری که من دوست دارم اتفاق بیفته اینه که مثلا یه نقدی بکنم از امید دانا ولی مثلا اون حرفش مثلا درست باشه خب بعد بیام نگاه کنم ببینم نه اتفاقا من اشتباه گفتم مثلا حالا این چرت و پرت که زیاد میگه ولی مثلا اون حرفش درست بود من دوست دارم این اتفاق بیفته که بیام از اون فرصت اون فرصت رو بهونه بکنم که بیام بگم ای نه من اشتباه گفتم این کار این کاملا اشتباه بود من بیام از فقط مسخره اش کنم, کنم بهش بگم اه چقدر احمقانه است چقدر چرته چقدر بیخود داره میگه و بیام نگاه کنم و ببینم نه اتفاقا اون داشت درست میگفت من دارم غلط میگم که بعد بیام بگم اه من اشتباه گفتم من دنبال این که نشونم بدم که مثلا میتونیم از خودمون نقد بکنیم خودمون اگه مثلا یه چیزی رو غلط میگیم میگه پافشاری بیشتر نکنیم این شما هم مچ من رو بگیرین مثلا یه چیزی رو غلط خودم برای خودم هم تمرین بشه ام. ولی بعضی از نقداتون اینجا واقعا بیارزه شما من بدون روکر راست به شما دارم میگم بعضی از نقداتون خیلی ام. چیز نداره تاثیر مثبتی نداره ولی خب نیلوفر میگه خیلی خوب بود این برنامه مرسی نیلوفر خوبترین تحلیل ممنون ممنون دیگه واسه امروز نت نمیکنی نه دیگه من برم چون که دو ساعت شد بالاخره <applause> روی <تصفيق> این همه من حالا سعی میکنم دفعه دیگه مثلا سه ساعت این برنامه رو ادامه بدم ولی به یه مقدار اگر چرت پرت شنیدن یه ذره از روحی روانی یه مقدار هزینه داره من <applause> دیگه باز زیاد خسته میشم ولی سعی میکنم برای اینکه من خودم وقتی برنامه اینو نگاه میکنم دابل سپید نگاه میکنم یعنی با سرعت دو برابر برای همین با اینکه اینقدر چرت و میگه حداقل نصف زمانه تموم میشه بعد برای شما که دارم میذارم باید نورمال سپید نگاه بکنیم دیگه اینقدر طول میکشه که یه حرفای چرت و پرت گوش کنیم دیگه واقعا من امیدم از آینده جهان کم میشه خیلی <تصفحی> 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 میرسه زیر صفر ولی نه خب خیلی میگن رایفی پورم حتما بذار من مشکل مشکلم با رایفی پور اینه که بلد نیستم چجوری نقد بکنم اون ویدیوهایی که نقد پز... یعنی چرت و پرته من فقط باید نگاه کنم بخندم یعنی انقدر چرت و پرته که من اصلا نمیدونم چی جوری البته اینم حرفش چرت و پرته ولی حداقل یه جوابی براش دارم من میگم مثلا یه کسی میاد درباره جن و اینا حرف میزنه درباره برای... من حالا سعی میکنم یه ویدیوهای را... ویدیوهایی هم که پیدا کردم از رایفی پور همش مثلا 40 دقیقه یا 50 دقیقه اونایی که مثلا خوبه برای نقد مثلا طولانیه نمیتونم یه ویدیو چل دقیقه رو بی... من یه ویدیو ده دقیقه رو اینجا نه دقیقه رو اینجا یه ساعت طول کشید نقل بکنم شما فکر کنید ویدیو های چل رو من چجوری بیام نقد بکنم بعد بگردم یه کانال خوبی که مثلا تیکه تیکه داره از رایفی پور یه کلیپ های جدا کرده ده 15 پونزده ای اونا رو شاید اگه خوب پیدا کردم بتونم بیام اینجا اونا رو نقد بکنم. اه... خیر خوب. آه یه مشکلم که داره بعض از این ویدیوها که پیدا میکنم آهنگ داره آهنگ هم من برای بعضی موقع که میام اینجا خطرناکه برای اینکه ممکنه کسی که اون آهنگ گذاشته آهنگ خودش باشه برای همین خودش کپی رایت استرایک نمیگیره بعد من بیام ریویوش بکنم بعد من کپی رایت میگیرم من برم دیگه من ممنون از اینکه بودین همین اینجا ممنون از کامنتاتون پیشنهادایی هم که پی دارین بعد از اینکه لایو تموم شد تو کامنت پیش لینک این ویدیو هاتون اونایی که میخوایم ما مثلا نقد بکنیم اون لینک ها رو لطفا بذارید ممنون از افشین به خاطر اینکه این, این ویدیو ها رو کلیپ میکنه ممنون از یاسر ممنون از علی ممنون از بابک از و همه کس آها لایک کنید همتون قبل از اینکه برین لایک بکنید من باز اونطرم میگفتم لایک کنین که این کانال ما یه ذره یه بکنه لطفا لایک بکنین کامنت بذارین شیر بکنین حتما شیر بکنین از همه, همه کار بکنید هرچی اون پایین هست همه دکمه رو بزنید این لایک هاتون واقعا تاثیر داره خب لطفا ممنون فعلا خدا نه ابلیس حافظ همه شما فعلا